مقامات در امریکا کشته شدن طراح اصلی حمله انتحاری 2 سال قبل را در میدان هوایی کابل در حال تایید کردند که قرار است در کمتر از 1 هفته دیگر نشست در دوحه برای بررسی وضعیت افغانستان و آینده تعامل با حکومت طالبان داشته شود. جزئیات بیشتر در این مورد را همکارم سمیع‌الله جلال‌زئی دنبال کرده و از مقر وزارت خارجه امریکا با ماست. آقای جلال‌زئی، فرد کشته شده کی است و مقام‌های آمریکایی دیگر در مورد این واقعه چی گفتند؟ لینا جان، از اینکه از نشست دوحه که قرار است روز دوشنبه برگزار شود یاد کردین، باید بگویم که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که هدف این نشست به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. در مورد فرد کشته شده، مقامات آمریکایی تا کنون هویت این فرد افشا نکرده، اما گفته که این فرد یکی از اعضای ارشد گروه داعش بود که به تاریخ 26 آگوست سال 2021 حمله انتحاری را بر میدان هوایی کابل تروریزی کرده بود. مقامات آمریکایی همچنان گفته که این فرد از سوی نیروهای طالبان از بین برده شده. اما عدم افشای هویت این فرد از سوی آمریکا سوالات زیاد را بین تحلیلگران و کارشناسان نظامی برانگیخته است. قصر سفید روز سه‌شنبه گفت که طراح اصلی حمله انتحاری که در ماه آگوست سال 2021 بر میدان هوایی کابل و هنگام عملیات تخلیه صورت گرفته بود، توسط طالبان کشته شده است. جان کربی، هماهنگ کننده روابط استراتژیک شورای امنیت ملی آمریکا، بدون ذکر نام این فرد، او را یکی از اعضای کلیدی و مهم شاخه خراسان گروه داعش خوانده است. این را به طالبان واضح ساختیم که این مسئولیت این گروه است که به دهشت افکنان چه القاعده و چه داعش پناهگاه امن فراهم نکند. در حمله انتحاری 2 سال پیش که به تاریخ 26 آگوست در نزدیکی یکی از دروازه های ورودی میدان هوایی کابل انجام شد و مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفت، حداقل 170 غیر نظامی افغان و 13 نظامی آمریکایی کشته شد. برخی کارشناسان با اشاره به عدم فاش شدن هویت فرد کشته شده در مورد کشته شدن طراح اصلی این حمله توسط طالبان ابراز شک و تردید می کنند. مسئول عملیات های داعش در کابل، رجب صلاح الدین، که مسئول این حمله نیز بود و باور من و بسیاری افراد ممکن در این عملیات کشته شده باشد، اما تا اکنون مطمئن نیستم، چون از این عملیات چند هفته سپری شده است. این خود دو موضوع را بیان می کند. اول این که توانایی های استخباراتی ما در بیرون از افغانستان به اندازه ضعیف است که پس از سپری شدن چند هفته ما نمی دانیم کی کشته شده است، یا این که ممکن عملیات دیگر علیه داعش در جریان باشد و افشای هویت فرد کشته شده شاید این عملیات را آسیب برساند. ساعت پیش از تایید خبر کشته شدن طراح اصلی حمله بر میدان هوایی کابل توسط مقامات آمریکایی، زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا برای روند صلح افغانستان، از اقدامات طالبان علیه گروه داعش دفاع کرد و با نشر چندین پیام در توییتر، گزارش روزنامه واشنگتن پست را نیز رد کرد که در آن به نقل از یک سند فاش شده وزارت دفاع آمریکا آمده که افغانستان زیر تسلط طالبان به مرکز هماهنگی فعالیت‌های داعش تبدیل شده است. فعالیت شبکه القاعده به طور قابل توجهی کاهش یافته است و در حال حاضر در ضعیف‌ترین وضعیت خود در افغانستان قرار دارد. در ارتباط به شاخه خراسان گروه داعش، طالبان آن را دشمنان دیرینه خود می‌دانند و مصروف انجام حملات مرگبار علیه آن است و بسیاری رهبران داعش را کشتند. امرالله سالی، معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان، در واکنش به این اظهارات زلمه خلیلزاد، او را به ستایش اعمال طالبان متهم کرده است. ستایش خلیلزاد از طالبان میتواند دو دلیل داشته باشد. اینکه او به خاطر امضای قرارداد ضد افغانستان در دوحه دچار درد وجدان شده است که این حالت کمتر محتمل است، و یا اینکه هنوز به عنوان یک مهره پروپاگند و فریب برای توجیه قرارداد دوحه و پنهان سازی دسیسه های آن مورد استفاده قرار میگیرد. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، نیز در واکنش به اظهارات آقای خلیلزاد گفته که گزارش روزنامه واشنگتن پست در مورد هشدار افزایش فعالیت‌های داعش در افغانستان زیر تسلط طالبان، واکنش‌های یکسان از سوی سخنگوی رهبر طالبان و از زلمه خلیلزاد را برانگیخته است. اکنون زلمه خلیلزاد یک بار دیگر توافقنامه ویرانگر دوحه را به حیث یک موفقیت و طالبان را به حیث یک متحد ارزشمند برای ایالات متحده معرفی می کند.
در این حال با نزدیک شدن نشست دوحه که در اول ماه می در مورد بررسی وضعیت افغانستان برگزار می شود، وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن تا هنوز هیچ طرح مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان ندارد. آنچه را می خواهم بگویم این است که هر گونه بر رسمیت شناختن حکومت طالبان کاملا خارج از بحث ها است. قرار نیست هدف این تعامل ها بر رسمیت شناختن حکومت طالبان باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق زنان و دختران افغان توسط طالبان یکی از موانع اصلی بر رسمیت شناختن حکومت این گروه است. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا.